بله بند عزیز، مجددا خدمت شما هستم. از ادامه برنامه ان شاء الله که ما رو همراه باشین تا ختم برنامه. در قسمت اول برنامه جناب عامر صاحب دوهم سارن خان آقا اچکسی عامر تعلیم و تربیه مدیریت ترافیک ولایت هرات رو با خود داریم که خوشبختانه جناب عامر صاحب دعوت ما پذیرفتن و در برنامه حضور پیدا کردن. قبل از اینکه من خدمت شما سوالی داشته باشم جناب عامر صاحب، شما خدمت درست میکنم در برنامه مقدم شما بشه. تشکر، عرض سلام دارم خدمت تمامی بیننده های تلویزیون محترم اسلا و شما همکاران عزیز. عصر بخیری داریم و امیدواریم که تمام همشهریان عزیز به خصوص رانندگان عزیز ما از ساعت کاملی برخوردار باشند و بلاخ است که در اواخر امو واقعی یا امو شیوع ویروس کرونا است، از اون خدا نکنه که به او مبتلا شد و امو استفاده از ماسک و امو وقایع یا جلوگیری که دارن نظر به امو گفتی دکتر صاحبا امونا رو استفاده کنن، حداقل روزانه امو دست و صورت خور با آب و صابون اینا بشورن. و بازم در یک از برنامه دیگر به خدمت عمومی همشهریان عزیز قرار داریم از طریق شبکه اصلاح از که از قانون و مقررات ترافیک جاده هر آنچه که به خواست و توان یک راننده باشه ما بتونیم به اونا معلوماتی را. بسیار نیک، سپاسگزار هستیم، تشکر که حضور یافتین در برنامه. بله، نکته خوبی اشاره کردن، دغدغه ویروس هست، انشاءالله که این مشکل حل بشه و ما پس به مو حالت آرامش در سر تا سر دنیا مردم زندگی بکنن و مخصوصا ما مردمی که امکانات کمتر نسبت به کشورهای دیگر داریم. جناب آقای اچکزی، میخوایم که وضعیت هفته اخیر ترافیک هرات داشته باشیم، میشه که یک معلومات کلی برای ما و بیننده‌های عزیز ارائه داشته باشیم؟ تشکر. وضعیت فعلی ترافیک یا جریان ترافیک در داخل شهر نسبتا خوبه و یک مشکل اندک که از حساب ریاست محترم شارولی میکندن کاری کانالا اینا که از کم معضلاتی به وجود آمده که ما خواهش ما از ریاست محترم شارولی این است که زودتر امو کارار تکمیل کنن که به خاطر از که هرات، شهر هرات تقریبا 3.5 میلیون نفوس یا بالای 4 میلیون نفوس داره و وسایط زیادی داره، تراکم وسایط زیادتر شده در این اواخر، نمو کانال کشی از اینا باعث معضلاتی در این اواخر شده که اکثرا شکایاتی از مردم دارین یا ای که درخستی های از نیا یا معلات برای ما میرسه که اکثرا چاره یا جادا مزدهیم شده بخصوص خاطر امی کندنکری کانال ها شهری اینا کسی. من میخواستم امیر پرسان بکنم جناب آقای چکزی، آیا کدام هماهنگی از قبل بین این اداره شما و شارولی وجود نداره؟ چون ما به قسمت ولایت و مستوفیت و اینا چند جاده همزمان کندن کاری شده، این مشکل ساز است، واقعا مشکل ساز، هم برای ترافیک مشکل ایجاد میکنه و هم برای مردم مشکل ایجاد میکنه. این که فکر کنم به یک از شرکت های خصوصی دارن، دقیق ما به این موضوع آگاهی کامل ندارن، ولی نماینده بعد از مدیریت ترافیک، از ریاست ترانسپورت، از فواید عامه، مسترک سازی، هر جا که هست اینا باشه و با ما هماهنگی دارن، ولی ما اکثرا وقتا که تلفنی با ما هماهنگی میکنن برای از اونا میگیم که فقط محلای که ازدحام ترافیکی زیادتره اونا رو حداقل بتونن نظمو کانکریتا ساختگی جور کنن که شکل فلفر رو چهارراه یا جاده رو آماده بسازن، چون جاده های شهری کم عرضه و معضلات ترافیکی به بار نیه. و در این اواخر ما نماینده هم از طرف مدیریت ترافیک به ریاست محترم شارولی معرفی شده که برای ما هماهنگی میکنن و اون نظراتی که از چون خود ما عمر تاسیسات مدیریت ترافیکم بعضی نظراتی به انجینر صاحبا اینا دادیم که جلوگیری از معضلات ترافیکی بشه، انشاءالله هم که نتیجه هم بداده. بسیار نیک. و سوال دیگر که میخواستم مطرح کنم ایست که وضعیت تعلیم و تربیه بگین در مدیریت ترافیک، در این هفته چه کار در پیش رو سنفای داریم، شروع میشه نمیشه یا مثل که به سال بعدی که باز برج حمل بشه اقدامات رو داشته باشه، میشه توجه کلی داشته باشه؟ فعلا مراجعین مدیریت ترافیک خیلی زیاد شده به خاطر از که وسایت جوار سیر میکنن، اما جریمه بخشیده شده، معاف شده و
از هر بخشی، مثلا از بخش جوارسر، لیسانس یا تعلیم تربیه که سینفای قواعد و مقررات ترافیکی برگزار میشه، مراجعین زیاد شده. ولی متاسفانه بگم به خاطر همین ویروس کرونا ما هم سینفا خور برای مدت تعطیل کردیم، چون امو اجتماع یا امو افرادی که ما به سینفا ما اشتراک کننده ها زیادن، بالای 150-200 نفر میشن. ولی به مو خاطر ما برای یک مدت کوتاه سینفا خود تعطیل کردیم. پس ان شاءالله که بعد مجددا شروع خواهد شد، از هفته نو به خیر ما سینفا خود ادامه بدیم. بخیر باشه. به قسمت اشاره کردیم، حتما بیننده عزیز حالا میگن که همین جیتوزی بیشتر داده بشه، جریمه چی بخشیده شده، کدام نو مترا، و هدف اینه که اگر تمدید نکرده باشم جواز سیر خود اونایی بخشیده شده که نمیگیرن از اونا، یا مترا فرق میکنه نویت اینا میشه کم؟ عموما وسایط که برای مدت چند سال اینا اقدام به تجدید جواز سیر نکردن، یا یک اشخاصی بودن مستضعف بودن توان امو مالیات یا جریمه نداشتن، خوشبختانه بگم یک فرمان از مقامات زیصلاح کشور صادر شده و آماده که صرف می جریمه ها وسایط عموما وسایط معاف شده. ولی ما از طریق می تلویزیون برنامه قبلی هم گفتم این میاد از این خیلی کمه، واجل اقدام کنن برای تجدید جواز سیر که باز دوباره دیگه سال قبل هم این موضوع شد و کس اشتراک نکد یا مراجعه نکد به مدیریت ترافیک. از برنامه قبلی هم گفتم چون میاد از این پروسه کمه، تا برج 2 یا برج 3 سال جاری ادامه داره و عاجل اقدام به اخذ جواز سیر یا تجدید جواز سیر کنن. نمو جریمه مثلا مترای بود وسایطی که از سالهای 90 و 89 و 92 و 93 اینا بقیاد دیش جواز سیر خو اقدام به تجدید از اینا نکردم، مبلغ انگفته میشد. فعلا حالا اونا معاف شده میتونن مراجعه کنن. نمو مبلغ که جلویتر مثال سالونه یا از چارولی و مستفیات و وسایت که مالی از اینا تعیل می شد مبلغ 25 یا 30 هزار افغانی، حالا اونا به 18 هزار افغانی کاهش یافته. نمی خواهش ما از عموم مالکین یا کسانی که استفاده از وسایت نقله دارن، وسایت جوارسه را وسایت از اونا به قیاد داره اقدام کنن که میاد از این پیرسه کم. باز با این باز مشکل برمیخونم، باید پیش برمیخونم. بله، بام با امید روزی اینیم که شهر ما و شما نظم ترافیک داشته باشه و مترهای بی اسناد دیگه در وجود نداشته باشه و ما هم بتونیم تردد درست داشته باشیم. اگر موافق باشیم جناب امیر صاحب، بریم به طرف آموزش و تصاویر رو ببینیم و علائم رو ببینیم که شما توضیح بدیم، درسته؟ باشه بخیر. بله، من از همکار خود تقاضا میکنم که اولین تصویر بیارم جناب امیر صاحب توضیح بدن و میشه که توضیح بدین. نظر به برنامه قبلی که ما علائم ترافیکی تدریس میکردیم، گفتیم علائم ترافیکی به 8 دسته تقسیم شده، از جمله 5 دسته از اینا علائم یا لوای ترافیکی و 3 دسته تاسیسات. علائم پیش بردیم، باز یک از جمله علائم امریه صرف به ما هدایت داده، گفته از راست بگذارید. محل نصب از این علائم کنار جویا، بلوارها، دروازی تونل، جزیرهای ترافیکی و به خصوص در بعض از جایی که در حال سرکسازی یا جاده های سرکسازی کار میکنن، مثلا دورهی شده یا جاده که کار جریان داره به نبش جاده ایلوه نصب شده، گفته از راست بگذارید. یعنی مستقیم اجازه نداریم جاده در حال کندن کری یا اسفالت سرک سازی اینا. بسیار نیک. امر کده برای دلیل دقیقاً. بسیار نیک. میشه که ببینیم مورد دیگر رو شما توضیح بدیم بعد. علاوه ما هم از جمله علائم امریه بازم برای ما گفته از چپ بگذارید. نمی دو علاوه که از راست بگذارید، از چپ بگذارید، 5 مکان مشخص اینو نصب میشه. مکانهای مثلا سر پولا، چون جاده از دو طرف کم عرض میشه، وقتی ما از راست جاده میریم لوه نصب شده، گفته از راست بگذارید، یعنی وسط جاده یا خلاف جریان ترافیک راننده هشدار داده، هدایت داده که حرکت نکنه. بله، این هم امریه است، اگر درسته؟ امریه است. بله، بسیار نیک. میریم
نوی دیگر میبینیم که توضیحات شما رو داشته باشیم. بله، چرخش دایروی یا فلکه ای به 5 متر نارسیده به 4 را نصب شده یا به نقش 4 را که رانندر هدایت داده که از دور فلکه، یعنی به شکل دایروی از دور فلکه یا موچه دور بخوره. یعنی به این معناست که باید دور بخورن اکثر مقرد را... یعنی که چهار راه هست میشه مثلا وقتی به چهاره میرسن از نبش بلوار یا ختم بلوار دور نخورن. این برای راننده یا امی دریور امر کرده که وقتی میخوای دور بخوری از دور فلکه دور دور فلکه برو، ایتو از نزدیک نرو دیگه. از امی چهاره یا متعجم به ختم بلوار، بلوار که ختم میشه اینو خلاف جریان ترافیک دور میخورن، یعنی صد معبر برای وسایطی که در اول حرکت یا جریان ترافیکن برای از اینا نشد. وقتی میخوان از چاره یا فلکه دور بخورن از دور فلکه باید دور بخورن. بسیار نیک، انشالله که توجه داشته باشن. همچنین تصویر بعدی میبینیم سر یا به نبش جادای پیاده رو، صرف گفته سرک پیاده رو، دیگه وسایط یا دیگه کسو از این جاده استفاده کنند نمیتونن، صرف امر کده برای آبیرین پیاده سرک پیاده رو. بله، این بندر قسمتی که از جاده میگذرن قسمتی برای پیاده روی اختصاص داده شده، یعنی کلن پیاده میگه پیاده رویه. بعض از جاده یا سرکایی که کم عرض باشه و ساید یا با سرعت زیاد به اون جاده اجازه سیر و حرکت ندارن، صرف کسانی که از وسایط نقل استفاده میکنه امر شده که به این جاده صرف آبیر پیاده رفته. ما چنین جاده هم در هرات داریم؟ بله، اکثر جاده ما به داخل شهر دارن که تنها آبیر پیاده گفته. مثلا جاده هایی که ممنوع باشه، مثلا مقامات دولتی یا ادارات زیر ربط دولتی اجازه ورود برای وسایط، اجازه ورود برای وسایط نیست، تنها آبیر پیاده میتونه. بله، بسیار نیک، تشکر که در این قسمت هم همکار بودین. تصویر بعدی رو میبینیم که ببینیم کدام تصویر هست. بله، تصویر بعدی نمی فصل زمستان عموم رانندای عزیز باید متوجه نمی تصویر یا نمی لوا باشن، به خصوص در شهرها یا سالنگا. ای برای راننده امر کرده، مثلا به ایراد ما شما طرف بند شابید یا درگندی اینا یا طرف بند سبزک که میره ایل واز یا تر نصب میشه، چون در وقت برف و یخبندی اینا لوا نصب میشه به وجودا یا سر بندا که هست، مثلا بند سبزک، بند شادر، هوا سر جاده یخبندی یا لخ زندگی اینا باشه، رانندر هدایت داده امر داده برای از که تو از وسایط چین دار، یعنی چین زنجیری استفاده کو برای وسایط. و در قسمت وقتی که هوا سرد باشه در داخل شهر هم چنین توصیه میشه درست؟ از طرف طرفی در داخل شهر باز چون امکانات زیادتر، مثلا وقتی برف و اینا باشه باید عاجل شهرولی اقدام کنه، نه ریاست محترم شهرولی تنظیف جاده اینا اقدام کنه و نمون پاکسازی جاده ها، پاکسازی جاده ها. اکثرا نیلوا نصب اینا به خارج از شهر یا جاده هایی که کوبه است اینا زیادتر. بسیار نیک، قبل از اینکه تصویر بعدی رو ببینیم، او وعده ای که داده میگه کسان بیننده هایی که برنامه رو تعقیب میکنن مستحق چی میشن؟ باز بیان امتحان بدم. فقط وعده که ما از برنامه اولی وعده رو برای تمام بیننده های عزیز دادیم، ولی صرف ما امتحان میگیریم. امتحان به این معنی نه که ما انالی بگم ما برنامه تعقیب کردیم، اونا بیان که والله ما برنامه تعقیب کردیم، فلانه برنامه، فلانه برنامه، از تمام ارسای ترافیکی، علائم ترافیکی، اشارات، تاسیسات از اونا پرسان میشه، در صورتی که آمادگی کامل داشته باشن با می تشریح و توضیحاتی که ما از طریق می شبکه اصلاح برای از اونا تدریس میکنین مکمل آمادگی داشته باشن، دیگه اونا نمایه که شامل صنف بشن از اونا امتحان میگیریم. این وعده رو شخصا خود می وعده رو برای تمام بیننده های عزیز. بسیار نیک، ما از همکار خود میخواییم تصویر بعدی رو داشته باشیم ببینیم که در این قسمت عمر صرف چی توضیحاتی دارن. بعد سرعت گفته حداقل 30 باشه داخل شهر یا جاده های شهری، ما علائم تعدید سرعت یا نصب علائم سرعت داخل شهر داریم، ولی به اینجی امر کرده که سرعت وسایط نقلیه تیز رفتار داخل شهر از 30 کمتر نباشه. ایداد میره که از 30 کمتر نباشه. کمتر نباشه، چون ما داخل شهر جاده های ازدحام ترافیکی زیادتر، تراکم وسایط،
وقتی ما از 30 تا سرعت پایین باشه برای دیگه وسایل ما صدمه اول میشیم، نظم ترافیک اخلال میشه، بندش ترافیکی به وجود میآید. وقت مثلا اکثر راننده داخل شهر میبینید، مثلا از چاره مستفید به طرف شهر در حال حرکتن یا چاره معرف چه کسی نمو، چون تراکم و سایت یا با تلفن صحبت میکنه یا یک نفر پل فعل شده خود از قصه کده میرن، سرعت اینا پایینه دیگه و سایت تعزیاد میکنن، جریان ترافیک مختل میشه. وقتی که این تصویر میبینیم حداقل از 30 باشه، حد اکثر از باز معدود نیست، چون نظر به سرعت واسطه نقله به اساس حکم ماده 8 قانون سیر حرکت ترافیک جاده، سرعت وسایط نقلی تیز رفتار داخل شهر تنظیم کرده، میگه که سرعت وسایط بالای 50 نباشه داخل شهر، از 30 کیلومتر فی ساعت کمتر نباشه. ولی ما نظر به تردد وسایط یا جریان ترافیک هر جا که ازدام باشه شلوغتر باشه، املاوی تعدید سرعت نصب کرده. مثلا بعض جا جاده پر عرض، جریان ترافیک مختل میشه، لوی نصب شده 50 کیلومتر فی ساعت تو میتونی حرکت کنی. بعض جاده های کم عرض باشه، جریان ترافیک زیاد شلوغ باشه، به اون لوای نصب شده که سرعت مثلا 30 کیلومتر فی ساعت باشه یا مثلا 40 تا باشه، نظر به مو سایه یا جاده که ما میریم از نزدیک سایر بازدید میکنین، به نظر به وضعیت جریان ترافیک لوان است. و آخرین تصویر را میبینیم که کدام تصویر است؟ وقتی او لوان نصب میشه که شما از سی سرعت شما کمتر نباشه، یعنی 100 متر یا 200 متر فاصله از او لوان که ما گرفتین، این لوان نصب میشه، یعنی میتونیم از سی سرعت ما پایین تر باشه، ختم تعدید سرعت میتونیم از سی بالاتر، یعنی اجازه برای زنا داده میشه که ختم تعدید سرعت، سرعت میتونیم از 30 بیشتر بگیریم از 30 کمتر. اون میار دیگه مد نظر نداشته باشیم. میار دیگه مد نظر نداشته باشیم. بسیار سپاسگزارم، تشکر جناب آقای چکزید. ما میخواییم که به عنوان آخرین سوال توصیه شما داشته باشم، پیام شما برای رانندگان محترم داشته باشم. تشکر. ما از عموم مالکین وسایل یا کسانی که میخوان در داخل شهر رانندگی کنن، اول متوجه به تمام علائم و اشارات تاسیسات ترافیکی باشن، متوجه به سیر و حرکت که بالای جاده عامه دارن، متوجه به آبیرین پیاده، متوجه به ای باشن که در وقت رانندگی استفاده از کمربند امنیتی داشته باشن، اگر از موتورسیکل استفاده میکنن کلاه ایمنی به سر داشته باشن، ولی آداب و اخلاق دریوری باید مد نظر بگیرن، استفاده از آرنای بیجا در داخل شهر نکنن، مثلا مقابل شفاخونه و دوایر دولتی، از طرف شب که در حالت رانندگی هن استفاده از چراغای فول یا خیره نداشته باشن، تمام چراغای موتر مثلا بخش تکنیکی و سایتر فعال داشته باشن. بعض وسایط متاسفانه ما کنترل های داخل شهر دارن که با یک چراغ در حال حرکتن، او رو ترافیک مقابل که با او برخورد میکنه فکر میکنه موتورسیکله، حادثات دلخراش که به بار میایه از این خاطر، مثلا علامات شبینه به وسایط خود نصب کنن، به خصوص متوجه به سیگنال های برقی چراغای ترافیکی باشن که من دیروز خود شخصا مدت یک ساعت به چاره معرف اونجا برفتم به زیر چراغ اونجا خود می استاد شدن، تمام وسایطی که بماد متاسفانه بگم نمیت مردم ما همکاری خیلی همکاری ندارن با پلیس ترافیک، مثال اونا خوش دارن که به هر واسطه نقله با هر موتر یک پلیس ترافیک خود از اونا همراه باشه، به چراغ سرخ میرسن بگو بگن تو استاد شو یا توقف کو چراغ سرخه، یا مثال متوجه به علائم ترافیکی نمیشن بگن اونی لوی من سبقت نصب شده یا دیگه. من خواهش میینه که هیچ وقت همشهریان یا همه کسانی که استفاده از دریوری میکنن نگذارن که انگوشت انتقاد به سر از اونا بالش، متوجه به اشارات علائم و تاسیسات ترافیکی باشه، چراغ سرخ توقف کو 40 ثانیه یا 60 ثانیه، ای که میگه عبور از چراغ سرخ چراغ سبز زندگی خاموش نکنین، اما از جمله آداب و اخلاق دریوریه.
اکثر کساب چراغ صبح توقف دار و موتر دیگه دریورا از پلو از رد میشن، حتما نمو شخص گرف زشت شاید از در نزو بیروشه، یا بگه سه کنیم یا او هم از اینا یاد بگیر حرکت کنه به مو اصنا گادیسی رخ میده، مقصر اصلی حادثه گفته میشه و ای که باید فرهنگ شهرنشینی خو ما بالا بود و مدیریت ترافیک در عموم بخشا به خدمت هم همشهریان عزیز است، همه که میگه پلیس ترافیک در سرما در گرما به خدمت هم دریورا رانندای عزیز داخل شهر است. ما تنها وظیفی ترافیک انجام نمیدیم، یا ایکن چون وظیفی ما امن و نظم تنظیم جاده جلوگیری از حادثات ترافیکی، ولی اکثر دستاوردهای میبینین ما دارین، مثلا با پلیس امنیتی ما هم کریای داریم، اونا هم همچنان با ما، و ما از مردم هم خواهش مندیم که با پلیس ترافیک و به خصوص همه نیروهای امنیتی همکاری کامل داشته باشند و مدیریت ترافیک، بخش جواز رانندگی، تعلیم تربیه مدیریت ترافیک به خدمت همه همشهریان، کسانی که سند قانونی خود تکمیل کرده باشه، یعنی 18 تکمیل شامل سند 19 باشه، با اصل تذکره تابعیت یا قطع فتو با مدیریت جواز رانندگی تشریف بیارن، فرم سه جواز رانندگی برای از اونو توضیح میشه و ما سینفای داریم به طور رایگان به مدیریت ترافیک برای عموم آقایان خانم ما تدریس میشه و مدت 3 هفته درس فرا بگیرن بدون کدام سرگردانی و دیگه، مدیریت ترافیک به خدمت از اونها و بعد از مرایل سنف و اخص دو امتحان مستحق لیسانس میشن. و یک چیز ناگفته که ما صرف به خاطر همی وقایع یا همی ویروس کرونا مدت معدود سنف خود تعطیل کردین، انشاءالله از شنبه هفته آینده تمام سنف ها ما ادامه پیدا میکنه و تدریس قواعد مقررات ترافیکی همی فعلا همه روزه جریان دیش، صرف نمی هفته ما تعطیل کردیم، فعلا ما به تمام قطعات نظامی جز و تمام دوائر دولتی ادارات ما صرف همی از هم هفته آینده ما 2 صنف به قلوردی زفر داریم، 1 صنف به ولسوالی شندن از بخش اردو ملی کماندو به اونجی صنفی داریم به اطلاعات فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگ، صنفی داریم به خود مدیریت تعلیم تربیه، 1 صنفی داریم به جامعه مدنی. 24 ساعته بگم حتی همین ولسوالی های که ما میریم 24 ساعته میشه دیگه، چون اونا دیوده هسته و ما میریم دو سر روز از طریق پروژکتور همون تدریس قواعد مقررات ترافیکی به صورت کامل برای عموم سربازایی که مثال یا افسرها ساتن منوعر که با مقطعات جز تمام است تدریس میشه و اونا مستحق لسند میشه. سپاسگزارم. و توصیف نشه مدیریت ترافیک ایراد بخش تعلیم تربیه به این سال مالی کتر شد، چون ما نظر به سالهای مالی گزارش داریم، 8000 شاگرد ما فارغ دادین، از جمله از اونا 1893 تن خانوما بیده که به روی همین سال به تعداد 457 تن از خانوما لیسانس به دست گرفتن، لیسانس جواز رانندگی به دست گرفتن و او خانومایی که مثلا اشتراک کردن بالای نزدیکی به 2000 و تنهایی نیه که ما بیایم لیسانس بگیریم، باید ما قانون ترافیک جادر بفهمیم، به شکل عابر پیاده از سرک رفت آمد میکنیم بفهمیم، تمام اشارات و علایم و تاسیسات ترافیکی بشناسین و نمو فرهنگ شهرنشینی خور بالا ببرید. دقیق دیگه گفته نیم انشاءالله که موفقیت شما رو میخواییم جناب آمیر سید. تشکر، سلامت باشید. سپاس گرسیم. بله بیننده عزیز، تشکر از جناب آقای اچکزی آمیر تعلیم و تربیه مدیریت ترافیک ولایت هرات که در برنامه امروز تشریف آوردن، واقعا حرفای زیبایی داشتن مطرح کردن، انشاءالله که استفاده کرده باشین. میان برنامه کوتاهی میگیریم، بعد از میان برنامه با ما همراه باشید.